سلام به شما عزیزان خداوند سلام به همه هموطنان عزیزم چه عزیزانی که در این سالن تشریف دارند چه عزیزانی که از راه دور پیام این کلیسا رو میشنوند یا میبینند به کلیسای پادشاه ابدی خوش آمدید خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که ما رو دور همدیگه جمع میکنه امروز چه روز زیبایی چه روز پربرکتیه چقدر شادم که میتونم یک بار دیگه در این موقعیت بیستم و کلام خداوند رو اعلام کنم چقدر دلم تنگ شده بود برای کلیسامون خدا رو شکر خدا رو شکر حتما عزیزان میدونند که ما یک دو هفته ای نبودیم خب برای ماموریت خدمتی بودیم و خدا رو شکر پر از برکت و پر از شادی بود ولی امروز باز اینجا هستم با یک پیام دیگه هرچند کوتاه ولی اون چیزی که خداوند به قلبم گذاشته با شما اعلام میکنم ولی قبل از اون به حضور خداوند میریم خداوند ها مرسی ای خدای زنده که اجازه دادی در حضور تو بیستیم ای خداوند مرسی ای خداوند که پر از محبتی پر از فیضی پر از شادی هستی مرسی ای خداوند که دست پرتوانت روی زندگی های ماست مرسی ای خداوند که تو کلام تو به دهان من گذاشتی تا من گوینده کلام تو باشم ای خداوند و مرسی ای خداوند که کلام تو بر قلب ها می نشینه و زندگی ها رو عوض می کنه شک گذار تو هستیم برای کلام زنده تو ای خداوند امروز هم قلب های ما آماده است تا از تو بشنویم ای پدر از تو بشنویم چشمه حیات رو از تو بگیریم ای خداوند اون آب چشمه حیاتو که کلام زنده توست در نام عیسی آمین خدا شکر برای کلام زنده خداوند که همه چیز ماست همه چیز ماست کلام زنده خداوند همه چیز ماست دوباره میگم چقدر خوشحال هستم که اینجا هستم شاید عزیزان در این سالن دو هفته ما با این عزیزان نو بودیم ولی خب جای دیگری بودیم و کلام خداوند رو اونجا اعلام کردیم و هم من برکت گرفتم هم تمام عزیزانی که بودن امروز میخوام پیامی کوتاه بدم نمیدونم چند دقیقه که طول که طول میکشه ولی به خودم دونستم که حتما این پیام رو بدم امروز میخوام درباره مطیع بودن صحبت بکنم ما چقدر مطیع هستیم اصلا باید ما مطیع چه کسی باشیم مطیع چه چیزی باشیم امروز در این باره صحبت خواهیم کرد خدا رو شکر شاید خیلی از ما بذار اول به این طوری که شروع, شروع کنم شاید خیلی از ما میخواییم کاری انجام بدیم که خدا رو خوشنود کنیم یا کاری انجام بدیم که دیگران رو خوشنود کنیم یا میخواییم برای حل مشکل کسی قدمی برداریم و اونو انجام بدیم همه اینا خوبه یا شاید مثلا حتما که برخوردید خوردید جایی جایی بودید که کسی پناهنده بود مکانی نداشت جایی نداشت شما بردید خونتون و پذیرایش کردید یا حس کردید که عزیزی احتیاج به کمک مالی داره کمکش کمکش کردید یا فکر کردید که اگر هزینه‌ای بشه برای این کمیونیتی خوبه اگر برای مثلا حمایت از حیوانات خوبه خوب همه اینا خوبه و توی کلام خداوند ما به فراوانی میبینیم که درباره محبت کردن به دیگران صحبت میکنه تو آیات کلام خداوند می میبینیم که به ما مکررا اشاره میکنه برای اینکه دست افتاده ای رو بگیریم اگر کسی مریض کمکش کنیم اگر کسی نداره لباسی نداره غذایی نداره و به هر صورت در این دنیا تحت فشار کمکش کنیم این چقدر عالیه و همه ما دوست داریم اصلا این, این طبیعت انسان ها هست که میخوان به انسان های دیگه کمک کنن حالا بعضی از عزیزان که خب زندگیشون رو در این مسیر مسیر گذاشتن ولی بعضی هم خواه شاید نکنن ولی طبیعت انسانی اینو نشان میده که هم نو خوبه مشارکت خوبه سیر کردن شکم گرسنه خوبه اگر کسی سرپناهی نداره بهش کمک کردن خوبه چرا دارم اینا رو میگم میخوام درباره متی بودن صحبت صحبت بکنم همه این کارهایی که گفتم خیلی خوبه توی کتاب مقدسم گفته شده ولی اگه خوب نگاه کنید سرمنشه همه اینا تفکرات انسانی ماست از عقل ما نشأت میگیره چجور کمک کنیم به کی کمک کنیم یا هر چیز دیگه گفتم در کلام خداوند توصیه شده به این کار ولی اکثر اوقات ما با فکر خودمون با عقل خودمون با طبیعت خودمون با روش های خودمون میخوایم یه کاری رو انجام بدیم ما مثلا ها رو میبینیم کمک به این کمیونیتی کمک به این کشور کمک به این جور این گروه گروه ها ولی همه اینها سرمنشش تفکرات انسانیه عقل انسانیه درست میگم یا نه خدا رو شکر و اون چیزی که مهمه اینه که اگه تفکرات انسانی باشد انسان هم میتونه اشتباه بکنه شما هر جا میبینید اگر انسان داره کاری رو با قدرت خودش با قوت خودش میکنه هر قدم در اون خبر و استاد باشه اشتباه وجود داره و اشتباه خواهد, خواهد کرد پس جایی که اشتباه میشه نمیتونه کامل باشه هر جا اشتباهی وجود داره کاملیت وجود نداره و چون انسان کامل نیست حالا کی کامله که کامل از شما میپرسم فقط خدا کامله فقط خداوند کامله کاملیت ما در خداوند میتونیم ببینیم اون کامله و کارهای خداوند همیشه بی نقص و پرفکته چون خداوند کامله و اگر من شما بخوایم کارهای کامل انجام بدیم یک راه داره ما با طبیعت انسانی ما اشتباه میکنیم ولی چون خدا کامله اگر در اطاعت اون باشیم کارهای کامل میتونیم انجام بدیم چون در اطاعت کامل اون هستیم خداوند میگه اینو بردار بذار اینجا اگر اون میگه پس کامله خداوند میگه اینو بگو پس کامله خداوند میگه چشمتو بر روی این باز کن پس کامله چون خداوند کامله ولی یک, یک فرمول داره گفتم به شما اطاعت اطاعت تمام کسایی که تو سالن هستید یا از دوربینا دارید میبینید این کلمه رو تو گوشمون کامل نگر داریم و تو قلبمون حق کنیم اطاعت از خداوند اگر میخوایی کارت کامل باشه اگر میخوای کسی بهت ایراد نگیره اگر میخوایی ناقص کاری رو انجام ندی اطاعت از خداوند بکن چون اون کامله با اطاعت چی؟ بیچون و چرا خوبی این کلمه که گوش کنید بارها اینو گفتم بیچون و چرا شاید بعضی ها میخوان اطاعت کنن ولی همش اما آیا زیرا چرا بلکه میارن جلوتر خواهیم رفت خواهیم دید که چرا باید اطاعت بیچون چرا بکنی؟ پس اگر اطاعت میکنید بی چون و چرا اما نیارید برای خداوند زیرا نیارید برای خداوند خداوند اگه این شد منم این کار میکنم اگه فردا بود میام پس فردا بود نمیام اطاعت بیچون و چرا میتونه کاملیت و به همراه داشته باشه توی کارهایی که ما داریم انجام میدیم چون از اون داریم تبعیت میکنیم از خداوندی که کامله هللویا خوب موقعی که اطاعت بیچون و چرا میکنیم یک یک رویداد عجیب رخ میده میدونید چیه کارهای عظیم و بزرگ خداوند توی زندگی های ما نمایان میشه موقع که اطاعت میکنی طبق کلام خداوند زندگی میکنی طبق کلام خداوند رفتار میکنی طبق کلام خداوند حرف میزنی طبق کلام خداوند زندگی میکنی کارهای بزرگ و عجیب و خداوند تو زندگیت شکوفا میشه واو خدای من انتظار نداشتم گفته بودن که تو کارهای عجیب میکنی نه اینقدر عجیب من انتظار نداشتم بهتون قول میدم بهتون قول میدم اگر اطاعت بیچونشه چرا از خداوند بکنید توی زندگی شما کارهای عجیب و بزرگ خواهید دید که با هیچ عقل و منطقی جور نخواهد آمد خدا شکر برای خداوند بینهایت خداوند بی نهایت عجیب و بزرگ و توانا نه تنها اگر اطاعت کردی توی زندگی خودت کارهای عجیب و بزرگی خداوند رو خواهی دید بلکه از طریق تو کارهای بزرگ و عجیب خداوند تو زندگی دیگران هم رخ می نمایاند خودشو نشون میده تو کارهای توی زندگی های هر کسی اگه بخواد طبق کلام خداوند زندگی بکنه موقع که اون قوت خداوند توی زندگیت هست تو اینو میتونی انتقال بدی برکتو میتونی انتقال بدی کلام میتونی انتقال بدی محبتو میتونی انتقال بدی این کار بی نظیر خداونده که در اطاعت که رخ میده از اون میگیری و میدی هم زندگی تو برکت خواهد گرفت هم زندگی هر عزیزی دیگری اگه بخواد طبق کلام خداوند زندگی بکنه این فقط از طریق اطاعت روخ که رو خواهد داد از طریق اطاعت شفاها جاری خواهد شد از طریق اطاعت شفاها توی زندگی خودت و تو زندگی دیگران اگر بخوان از طریق تو جاری خواهد شد هر جایی که احتیاج به شفا داره هر جایی که مریضه هر جایی که مشکل داره چه فیزیکالی چه روحانی چه شفای اجتماعی رفتاری احساسی خداوند اونجا رو شفا خواهد هللویا هر جایی که احتیاج به شفا داره از خداوند شفا خواهی گرفت. موقعی که اطاعت بکنی پیروزی ها جاری خواهد شد هر جایی که قبلن قبلا پیروز نبودی خداوند تو رو در همون موقعیت پیروز خواهد کرد اگر موقعیت تو در جایی شکست بود اگر زیر اطاعت خداوند هستی اگر اون کار طبق ارادی خداونده از شکست تو پیروزی نشان خواهد داد به تو موقع که تو ضعیفی تو کاری دیگه نمیتونی بکنی اون موقع خداوند کارش انجام خواهد داد ای برادر ای خواهر من اطاعت بیچونه چرا بکن از خداوند چیزهای عجیب و بزرگ خواهیدید دید هاللویه. خدا رو شکر اگر اطاعت بیچون رو چرا بکنی خداوند آزادی رو به فراوانی به زندگیت خواهد داد جایی که پر از اسارت بود در چی اسارت داشتی؟ در فکرت، در افکارت، در چشمت، در زندگیت، در دهانت، در قلبت چی اسارت داشت؟ خداوند اونجا آزادی جاری خواهد کرد از کلام خداوند بیچونه چرا اطاعت کن پر از فیضه، پر از راستیه پر از قوته پر از برکته پر از شادیه اطاعت کن از کلام خداوند هللویا که اون شکست های تو رو تبدیل به پیروزی خواهد کرد مریضی های تو رو تبدیل به شفا خواهد کرد و اسارت های تو رو تبدیل به آزادی هللویا هر جا اگر شادی وجود نداشت خداوند شادی جاری میکنه هر جایی که پر از غم بود خداوند اونجا رو تبدیل به سرود و پرستش و شادی خواهد کرد اطاعت کنید از خداوند هللویا خوب بیا بریم یه قسمت از کلام خداوند رو بخونیم در تصنیه باب 28 آیات 1 تا دو تصنیه خیلی فوق است ولی نمیخوام زیاد امروز تایم زیادی بگیرم تصنیه 28 آیه یک و دو میدونید چی میگه؟ میگه اگر آواز یهوه خدای خود را به دقت بشنوی تا هوشیار شده تمامی اوامر او را که من امروز به تو امر میفرمایم به جاوری آنگاه یهوه خدایت تو را بر جمعی امتهای جهان بلند خواهد گردانید و تمامی این برکتها به تو خواهد رسید و تو را خواهد دریافت اگر آواز یهوه خدای خود را بشنوی پس اینجا هم داره از اطاعت صحبت میکنه البته تو همین باب از همین آیه یک و دو رو من براتون خوندم تا آیه چارده دارم میتونید بخونید که ببینید اگر ما اطاعت کنیم چه برکاتی خداوند به ما خواهد داد هللویا خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که با ماست شکر گذاره توی می خداوند خوب خوب اینو گفتم تا برم به یه قسمت دیگه ای کسی که اطاعت و سرلوحه زندگیت قرار دادی آیا تا الان خدا بهت ویژنی داده؟ خدا بهت رویایی داده؟ خدا بهت یه چیزی رو نشون داده ولی شاید هنوز اونو دریافت نکردی من خودم یکی از اون نمون نمونا هستم سالها پیش خداوند به من رویایی نشون داد رویایی خدمت نشون داد در وسعت خیلی بالا من اون زمان گفتم خدایا من گفت آره تو من خودم به خودم اعتماد نداشتم ولی چون خداوند گفته بود من اطاعت کردم فقط از کلام اون اطاعت کردم هر چند سالها طول کشید ولی الان یکی پس از دیگری اون رویا و اون ویژنی که خداوند به من داده بود داره عملی میشه پس اگر رویا داری اگر ویژن خداوند بهت داده اگر خداوند یه چیزی گذاشته توی قلبت اطاعت کن حتی اگر الان نبینی سمرش رو حتی الان اگه یه دیوار ببینی جلوت حتی اگر ببینی را بسته است اگه خداوند گفته عملی میکنه هرچی به, به تو میگه اطاعت کن و یک قسمت دیگه اطاعت کردن اینی که ما از خدا اطاعت میکنیم و خداوند نفراتی رو گذاشته برای اینکه کلام کلامش رو بیشتر به ما آشکار کنه و ما از اونا بیشتر تعلیم بگیریم تا بتونیم بیشتر بفهمیم یعنی شبانان یعنی سر روحانی ما هر ایمانداری باید یک سر روحانی داشته باشه یک شبان داشته باشه یک ایماندار بدون شبان وجود نداره باید یک سر روحانی داشته باشه نه فقط سر روحانی داشته باشه از اون اطاعتم بکنه خیلی خیلی مهمه که از اون اات اطاعت بکنیم چرا از اون اطاعت بکنیم چون اون داره از کلام خداوند اطاعت میکنه و شاید در کلام خداوند بیشتر از ما مکاشفه داشته عمق گرفته و میتونه به ما کمک بکنه درست شبان اعظم ایسای مسیحیه ولی ایسای مسیح کمک شبانانی داره در روی زمین که میتونن ما رو شبانی کنن پس در اطاعت شبانتون بمونید اعضا بدون شبان معنی نداره من اینو تو کنفرانس آنکارا کامل توضیح دادم و یک سلسله دروسی بود که گفتم امیدوارم عزیزانی که اونجا بودن بتونن استفاده بکنن یا به عزیزان دیگه ترانسفر کنن بفرستن و این متطالب تو کلیسا بره و عزیزان برکت بگیرن خیلی مهمه از سر روحانیمون اطاعت بکنیم شما میدونید که کلیسای پادشاه ابدی شعبه دومش رو در آنکارای ترکیه زده و سمری اطاعت شبان اون کلیسا که زیر اقتدار شبانی این کلیسا هست یعنی خواهرنازی عزیز و تیم همراهش باعث شد این کلیسا خیلی سریع که رشد کنه در خداوند حتی هنوز به مدت زیادی نرسیده خداوند کنفرانسی اونجا مهیا کرد و خادمین کلیسای پادشاه ابدی یکیش که من بودم در خدمت عزیزان در آنکارا بودیم و چقدر این خواهر که زیر شبانی این کلیسا هست چقدر مطیع بود و تیم همراهش چقدر اطاعت میکردن که ازش که به بهترین نه انجام شد شفاها جاری شد آزادیها جاری شد تعلیم داده شد و برکتها ساری و جاری شد پس زیر اختدار شبان اعظم یعنی عیسی مسیح بمانید و در روی زمین زیر اقتدار شبان محلیمون یا سر روحانیمون بمونیم بارها دارم میگم ای اعضای کلیسا از خداوند اطاعت کنید از شبانتونم اطاعت کنید اگر شبانی داره شما رو خدمت میکنه اگر در راستای کلام خداوند بیش نه چپه نه راست داره شما رو خوراک روحانی میده کمکش کنید اطاعتش کنید هرکس برای خودش چیزی نگه در هر جمرج چیزی آید ما نخواهد شد دوباره دارم میگم از شبانامون اطاعت کنیم چون اونا از خداوند اطاعت میکنن این خیلی مهمه خدا رو شکر خدا رو شکر که قوت خداوند بود و این کنفرانس انجام شد و با امانتداری کامل اه اه تیم همکاران این کلیسا و پر از برکت بود پر از پر از شادی بود جای همه شما خالی شاد عزیزانی که دارن میبینن یا میشنون خودشون در اون کنفرانس بودن و دیدن خواهش, خواهش میکنن مطالب اون کلیسا رو اون کنفرانس رو به دوستاتون به آشنایتون به عزیزان ایماندار دیگه بدید بذار اون عزیزانم که بتونن استفاده بکنن عزیز من اگر در اطاعت خداوند هستی یعنی خداوند داره این امارات امارت خودش رو در تو بنا میکنه این ستون رو داره محکم محکم میکنه اجازه بده خداوند کارش رو بکنه آمین آمین آه. خدا شکر برای کلام زنده خداوند که با ماست پس از خداوند اطاعت کنید از شبانامون اطاعت کنیم. باز دارم میگم شبانی که مسیر خداوند رو داره میگه نه کسی که اسمش رو بذاره شبان بعد خارج کلام خداوند بگه رفتار کنه و یک عده رو شاید به مسیر درست نبره شبان باید نه یک کلام کم نه یک کلام اضافه از خودش نداشته باشه فقط کلام خداوند رو داشته باشه و خودش در اطاعت خداوند باشه تا بشه ازش اطاعت کرد اگر اطاعت کردید این پرده جلوی چشمتون کنار خواهد رفت امروز پیام من کوتاست ولی محتوای بسیار قوی داره اطاعت از خداوند اگر اطاعت کردیم هر روز شاهد جلال خداوند در زندگی ما خواهید بود اگر اطاعت کردید نه تنها شاهد جلال خداوند در زندگی هاتون خواهید بود برکت خداوند رو میتونید به دیگران منتقل کنید و اون قوت خداوند رو هم خودتون استفاده بکنید هم دیگران امروز فکر کنم اینقدر کفایت میکنه چون خداوند همینقدر تعیین کرده بود که بتونم در خدمت شما شما باشم امیدوارم که در این فرصت 20 20 25 دقیقه‌ای اون چیزی که خداوند به قلبم گذاشته بود به شما بگم دوستتون دارم و میخوام براتون دعا کنم خداوند ها مرسی خدای زنده که هستی مرسی خدای زنده که برکت دهنده هستی خداوند ما میخواییم مطیع تو باشیم ای خداوند در هر صورتی دوست داریم مطیع تو باشیم چون تو خدای زنده هستی تو خدای برکت دهنده هستی تو قدوسی ای خداوند پس ای خداوند این قوت در ما بریز که بتونیم اطاعت بیچونه چرا از تو بکنیم ای خداوند ممنونم به خاطر موقعیتی که در اختیار ما گذاشتی که عزیزان تو در آنکارای ترکیه خدمت کنیم مرسی خداوند که این اعتماد رو به ما کردی ای خداوند برای تمام عزیزانی که دارن میشنوند یا میبینند از توی پدر هفته پر از برکت پر از شادی پر از قوت میطلبم ای خداوند در نام عیسی مسیح آمین